پنجمین روز تظاهرات مردم کازرون علیه طرح تقسیمات کشوری که قرار رژیم آخوندی در این شهرستان اجرا کنه امروز هم ادامه پیدا کرد. در خدمت خانم مریم افسای هستیم و گفتگویی داریم با ایشون در رابطه با همین موضوع. خیلی خوش آمدید. با تشکر از شما و با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، همچنین با درود به مردم بپاخواسته کازرون و سایر شهرهای میهن. بله، روز گذشته که در واقع چهارمین روز تظاهرات مردم کازرون بود، امام جمعه کازرون اعلام کرد که وزارت کشور دستور توقف اجرای طرح تقسیمات کشوری رو داده، ولی با این حال ما دیدیم که امروز هم تظاهرات مردم کازرون ادامه پیدا کرد. علت این تداوم چه هست و کلا من از شما خواهش بکنم که در رابطه با دلیل مخالفت مردم با اجرای این طرح و سوابق این داستان هم کمی توضیح بفرمایید. همونطور که اطلاع دارین این اعتراضات در واقع از سال گذشته شروع شده، یعنی از مرداد ماه سال گذشته. علتش هم این بود که رژیم اعلام کرده بود که بر اساس تصویب تقسیمات کشوری شهرستان کازرون رو تجزیه بکنه، برخی از بخش‌هاش رو، که مردم اون موقع اعتراض کردن، ولی نماز جمعه آخوند خورسندی وارد صحنه شد و از اونها خواست که سکوت کنن و این مسئله حل و فصل میشه. ادامه پیدا کرد این بحث، ولی بعد از مدتی مردم متوجه دروغ‌های رژیم و خود این در واقع نماز آخوند خورسندی نماز جمعه کازرون شدن و مجدد دست به اعتراض زدن، تا اینکه در تاریخ 17 اسفند سال 96 یک سری تجمعات از این بابت انجام شد، ولی چون کارگزارا دوباره در واقع بر اساس دروغ‌هایی که به مردم میگفتن باز تا حدودی متوقف شد، تا اینکه الان در واقع از روز 27 فروردین ما شاهد صحنه‌های گسترده گور گرفتن اعتراضات مردم هستیم. علت اصلی هم این هستش که اینها تصمیم گرفتن که یک سری تجزیه در این شهرستان انجام بدن که خود روستاها و مردم تابع مخالف این هستن، حتی تومار مخالفت نوشتن و فرستادن و قبول نکردن که این کارو بکنن. طرحشون هم به این شکل میخوان ارائه بدن که یک شهرستانی به نام کوهچنار میخوان ایجاد کنن، ولی ما به ازای اون 4-5 بخش از کازرون رو در واقع جز تقسیمات قرار بدن، که این مردم مخالفت کردن با این کار و تا الان هم این کشمکش بین مردم و کارگزاران ادامه داره که به صورت تظاهرات گسترده، همونجور که خود شما اشاره کردین، امروز هم علارغم که قولی که به اونها داده بودن ادامه پیدا کرد. بله، حالا ویژگی اصلی این دور از تظاهرات مردم کازرون چه هست؟ چه تفاوتی داره با این تظاهراتی که توی تابستون انجام شد؟ حدود 500 نفر تجمع کننده بود. تظاهراتی که بعد از اون بود در اسفند ما حدود 1000 نفر شرکت کردن، ولی الان ما با تظاهرات خیلی گسترده مواجه هستیم، به طور خاص که زنان هم نقش خیلی مهمی دارن، فعال هستن تو این تظاهرات، که مردم با شعارهای مختلف در واقع اعتمادشون رو به این رژیم از دست دادن و تلاش میکنن که با دامن زدن به این اعتراضات حق خودشون رو در واقع حرف خودشون رو اعمال کنن به این رژیم، به دلیل اینکه گوش شنوایی نیست واقعا و تا به حال هر نقشه و توطئه‌ای که بوده بر علیه مردم بوده و مردم این رو خوب متوجهن. اگه دقت کرده باشین شعارهایی هم که میدن، میگن دشمن ما همینجاست، اینا میگن امریکاست. این خودش نشون دهنده در واقع علارغم که در ظاهر یک شعار صنفی هست، ولی نشون دهنده مخالفت مردم به لحاظ سیاسی با این در واقع رژیم و رژیم آخوندی هستش. و در حین تظاهرات هم که برخی رو دستگیر میکردن، مردم شعار میدادن که ولش کن ولش کن، کازرونی غیرت کازرونی این هست، و تشویق میکردن که جمعیت وارد تظاهرات بشن و بتونن اعتراضاتشون رو بالا ببرن. بله، شما اشاره کردین به کانونهای اعتراض. منظورتون از کانونهای اعتراض چه هست؟ ببینین، یکی از نمونه های کانون های اعتراض در واقع اعتراض همین مردم کازرون هست که بخشی از شهرهای سراسر ایران هست و در واقع اینا یک کانون های اعتراضی رو ایجاد کردن. حالا شما سوال میکنین که کانون های اعتراضی در چه معناست و در چه ظرفیه؟
کانون اعتراضی یعنی اینکه اعتراضات گسترده‌ای که در بخش‌های مختلف در شهرهای مختلف میهنمون ایجاد میشه. مثلا اگه دقت کرده باشین کشاورزای اصفهان بودن که در طی طول روزهای بله ورزنه و سایر حتی بخش‌ها و قسمت‌ها و شهرهاشون که اینا دست به اعتراض گسترده زدن، یا الان شهرهای کردستان ایران که در واقع روز اول از شهر بانه و جوانروز شروع شد، در حالی که الان در شهرهای سردشت، بانه و سایر پیرانشهر و سایر شهرهای کردستان اعتصابات و اعتراض هست و همین امروز هم همین اعتراض و اعتصاب ادامه داشت، یا هفت‌تپه اهواز کارگران فولاد اهواز هستند که همه این اعتراضات در واقع به عنوان پایه‌هایی از اعتراضات مردمی که شکل گرفته تو میهنمون. خب این تظاهرات ها و اعتراضات به خصوص با توجه به اینکه مستمر در حال گسترش هست، آثار خیلی مخربی داره برای رژیم، و از اون طرف سوال اینجاست که در برابر این گسترش چه کار میخواد بکنه و اصلا کاری از دستش برمیاد؟ به نظر من هیچ راه حلی برای رژیم وجود نداره، چون به لحاظ اجتماعی و اقتصادی اینقدر در بنبست و بحران شدیدی قرار داره که نمیتونه پاسخ باشه. علت این که نمیتونه پاسخ باشه اینه که هر جایی که میخواد دست بذاره و اقدامی بکنه پای منافع خودشون، به طور خاص ارگانهایی مثل سپاه پاسداران هست، مثل بیت خامنه‌ای هست و کارگزاران رژیم که با منافع خودشون در تعارض هست، به همین دلیل اینا نمیتونن هیچ اقداماتی بکنن که به نفع مردم باشه. و اونجایی هم که مردم دست به اعتراض میزنن اتفاقا شاخص خوبیه، نشون دهنده اینه که مردم زیر خط فقر هستن و مردم نیاز دارن به این که تامین بشن، حتی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. و این شاخص خیلی خوبیه برای ما که در واقع شعار صنفی شروع میشه ولی راه میبره به جاهای سیاسی و راه میبره به اینکه این رژیم باید تغییر بکنه، باید سرنگون بشه. و همین دلیل ما روزانه مواجه هستیم با تظاهرات و تجمعات گسترده‌ای که توی سرتاسر میهنمون به شکل‌های مختلف مردم اینو گر میدن و اعتراضاتشون رو بالا میبرن. خب ناتوانی آخوندها در پاسخ به مطالبات مردم رو شما بهش پرداختید، اما خب فرض کنیم که در یک حکومت مردمی اگه قرار باشه که به این معضلات و این مشکلات پاسخ داده بشه، چه پاسخی درست هست و چه برنامه و چه راهکاری؟ به نظر من راهکارهای مشخصی وجود داره. مثلا اعتراضاتی که کارگران فولاد اهواز و یا سایر کارگران در کشورمون دارن مال اینه که حق اینا در این زمینه خورده شده است، بنابراین کارخونه رو باید سپرد به کارگر. مسئله و مشکل حادی که الان توی اصفهان و توابع اون هستش و کمبود آب برای کشاورزان است که اعتراض میکنن، راه کار داره، چون خود رژیم و کارگزارانش به طور خاص سپاه پاسداران به دلیل غارت و دزدیایی که به دلیل منافع خودشون دارن توی کشور اینو نمیتونن تامین بکنن. راه کارش این هست که اینها دست بکشن از این منابعی که مال مردم ایران، مال کشاورز، مال کارگر هستش، دست بکشن و اینو در اختیار اونا بذارن که اونا بتونن منابع کشور رو، کشاورزی کشور رو تامین بکنن. و راه کارهای مختلف دیگه، در یک کلام به دلیل دزدی‌های کلانی که خود سپاه، بیت خامنه‌ای و کارگزاران غارتگر رژیم میکنن، اینا در واقع توی یک بحران اجتماعی اقتصادی گیر افتادن و نمیتونن هم تامین، یعنی در توانشون خارج از اتفاقا این پایه ضعف رژیمه. به همین دلیل هم است که مردم پی بردن که راه کار توی این رژیم نیست و راه کار مطلقاً اینه که این رژیم از سر راهشون برداشته بشه، برش دارن و سرنگونش بکنن. متشکرم از شما. گفتگویی داشتیم با خانم مریم افسای در رابطه با تظاهرات مردم کازرون.